آقای کیانپور، یک مختصر توضیحی درباره رشته ساواته بهمون بدید و بفرمایید که چرا ورزش‌های رینگی مثل بوکس، کیک بوکسینگ و ساواته توی صدا سیمای کشورمون از لحاظ پوشش خبری و پوشش رسانه‌ای کمتر مورد توجه قرار می‌گیره. ورزش ساواته ورزش سنتی فرانسه است، ورزش سنتی کشور فرانسه هستش و قدمتش برمیگرده به جنگ جهانی که برای سربازای فرانسوی بوده، که اگر شما مسابقاتش رو یا تمریناتش رو دقت بکنید، ورزشکاران با کفش مسابقه میدن یا تمرین میکنن و ضربات خلاف مفصل برخلاف کیک بوکسینگ توی این ورزش آزاد هست. بنیانگذار این رشته در ایران جناب دکتر حمیدرضا استرکی هستند، استاد بنده هستند و ایشون در حال حاضر ریاست کنفدراسیون آسیا هم دارن توی این رشته و عضو و صاحب کرسی هستن توی فدراسیون بین المللی. عرضم به خدمت شما که اینکه پوشش خبری نداره ورزش‌های رزمی، به خصوص حالا بوکس و کیک بوکس، باز تکواندو یه مقدار و کاراته پوشش خبری دارن. ببینید، حالا ما خودمونم دقیق نفهمیدیم چرا، ولی حالا یه بحثی که بود، یه بار صحبت که میکردیم، یکی از دوستان گفت شاید به خاطر نوع پوشش باشه، چون توی ورزش کیک بوکسینگ یا ورزش ساواته لباس به طوری است که حالا شاید نمیدونم از نظر کشور ما پذیرفته نیست که این پخش بشه. همونطوری هم که به ورزش کشتی هم یه بار صحبت شده و گفته بودن که نوع پوشش به طوری است که کشتی هم نباید پخش بشه. یه بحث دیگه هم بود که میگفتن رواج خشونت داره، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. این خیلی دیده اشتباهیه به ورزش‌های رزمی رینگی مثل کیک بوکسینگ، مثل ساواته یا ورزش از این قبیل مثل بوکس، که میگن که رواج خشونت، در صورتی که اینجوری نیست. وقتی که شما وارد این رشته ها میشین، قهرمانانش رو میبینید، کسانی که واقعا دلی کار کردن، اصلا اینجوری نیست. خیلی آدمای افتاده، خیلی آدمای آروم، نه اهل خشونت نه اهل دعوا. و عذر میخوام یه چیز خیلی کوچیکی هم بگم، تفاوت کسی که توی رینگ میبره با کسی که میبازه، اول توی اون ذهنشه، یعنی اون خشونت نیست. طرف که اون فایتری که میبره فکر میکنه به تکنیکی که داره میزنه و یه تکنیک زیبا ارائه میده، ولی متاسفانه دید این هستش که ترویج خشونت میشه. آقای کیانپور، واقعا باهاتون موافقیم که بچه های رزمکار ما هرچی در رده بالاتر و مخصوصا بچه های ملی بسیار آروم، بسیار متواضع و بسیار خاکی هستن.